مکتب دکتر، خوش آمدید. بسیار سپاسگزارم خدمت شما و بینندگان خوب و عزیز. سلام عرض میکنم، متاسفم از صدای بد و حال بد و کمی هم تأخیر متاسفانه از رادیو تا آمدم اینجا. جایی کمی بیشتر بود، شلوغتر بود تا معمول و بهم جز که کمی هم دیر برای اینکه خواهش میکنم برای اینکه بحث رو باز بکنیم. شما حالتون خوبه؟ چه جور شبی رو میخواید با هم داشته باشیم؟ من با شما هیچ شبی رو نمیخواد داشته باشم مگر عقلم کمه قربان. نه، منظور من این است که یک شب آرام، گفتگوی آرام. نه اصلا شما نه بهتون آرامش میاد و نه من بهتون اطمینان میکنم به همین جا. لطف بفرمایید اون تصویر رو بذارید روی صفحه. آقای دکتر نظرشون رو بپرسم. تصویر آماده؟ البته من فقط عرض کنم هیچی خبر ندارم که چه آشی پخته شده. به هر حال آیا تصویر رو داریم یا نه؟ فروزنده. بله؟ در آماده میشه. به هر حال اقلا اگر دشمنان به کمک من بیان ولی از دوستان که امیدی نیست قربان. بله، اجازه میفرمایید که برای مقدمه این تنوع طلبی جنسی، بحثی که به دنبال مسئله غریزه، توضیحات که شما فرمودید بسیار مورد توجه بیننده ها قرار گرفت. عده زیادی برنامه رو دیدن، هم روی آرشیو تلویزیون هم روی یوتیوب. اجازه بدید که بریم به تهران و شما رو دعوت بکنم یک کلیپی رو با هم نگاه بکنیم تا گفتگو رو ادامه بدیم. اتفاقاً امروز صبح هم در برنامه رادیو 9 تا 11 رادیو همراه، دوست عزیزی نفر آخر که آمدن یه گفتگوی فوق العاده جالبی تو این زمینه با من داشتن، البته به نوع دیگری ولی مرتبط به همین جهت. کلیپ دیدین شما؟ نه من نمیدونم چه چیزی اصلا شما صحبت می کلیپ مربوط نمیدونم چه. در مورد تنوع طلبی جنسی صحبت. نه من چیزی ندیدم. نه من خوشبختانه یه مقداری برنامه هام دنبال موضوعای عرض کنم مهم علمی. یعنی شما فکر میکنید تنوع طلبی جنسی مسئله مهمی نیست؟ موضوع مهمی است ولی اخلاقی علمی مال آدمای خوش اخلاقی مثل من نیست. بله، ولی خب تخصص شما است. به هر حال شما خودتون در این مورد نظرات فوق العاده مشخص و روشنی دارید. حالا اجازه بدید ببینیم که فقهای تهران در این مورد چی فکر میکنن. خوشحال میشم مخصوصا یاد بگیرم. استدام میکنم حتما برای جناب عالی و بنده هر دومون آموزنده است. لطف کنید کلیپ رو بگذارید. سه حساسیه که وقتی مرد میبینه تحریک میشه. خب ما به خانوما توصیه میکنیم، خانومای محترم، اون دو بار در هفته ای که شما دیگه زمان رابطه است، سه روز الان چهار روز از رابطه قبلیتون گذشته، الان احساس میکنی هم خودت وقتش هم شوهرت نیاز داره، ولی ممکنه مشغله ها نذاره اون شب رو که احساس به ارتباط میکنی و میخوای میل در مرد ایجاد کنی، یه دامن چاکدار بپوش، دامن چاکدار بپوش که وقتی راه میری پشت پات، پشت زانوی پات رو شوهر ببینه تحریک میشه. بعد دامن کوتاه بپوش تا رانهای پات رو ببینه شوهر تحریک بشه. بعد میای جلوش میشینی پات رو بنداز رو هم دیگه، روبروش بشین، اولا کنارش نشین، برو روبروش بشین و پات رو بنداز رو هم دیگه، رانهای پای شما رو مردت ببینه تحریک میشه. بعد یکی از نقاط حساس بدن زن که مرد رو تحریک میکنه زیر بغلا و قسمتی از سینه های زنه. لذا ما به خانم میگیم خانم محترم اون دو شب رو تاپ بپوش، شما لباسای تحریک کننده بگو شوهرت ببینه، میل در او ایجاد بشه. آقا طول هفته این کار رو بکنیم یا دو بار در هفته؟ یه اشتباه بزرگی که بعضی از خانم ها میکنن در طول هفته دائم لباسای تحریک کننده، آرایش های غلیظ، این غلطه. چون حس زیباشناختی مرد از طریق چشش ارضا میشه، دائم زنش اینجوری ببینه اشباع میشه، لذت نمیبره. آب کم جو. من به خانم ها میگم خانم های محترم، آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. این تشنگی مرد تو حس کن. این لباس هایی تحریک کننده دو بار در هفته، آراستگی همیشه، لباس تمیز همیشه، موهای شانه زده همیشه، دندانهای مسواک زده همیشه، آراستگی همیشه، ولی آرایش خاص لباسهای تحریک کننده دوبار در هفته، همون دوباری که میخوای به همسرت نزدیک بشی.
خانم های محترم دقت داشته باشن، اونایی که بدنشون سپیده، لباس زیر مشکی به شدت مرد رو تحریک میکنه. اونایی که بدنشون سپیده، لباس زیر مشکی و بعد اون دامن کوتاه رو پوشیدن یا دامن پوشیدن به گونه ای هستش که این لباس زیرشون دیده میشه برای مردشون، سعی کنن نشون بدن یه جورایی این لباس زیر رو عمدن به مردشون نشون بدن تا در مرد میل ایجاد بشه. و خانمهایی که سبزن یا گندمیان، لباس زیر سفید تحریک کننده است برای مرد. آرایش، اون دو شب خانما آرایش کنن، رژ لب، رنگهای متنوع، ریمل برای مجاهاشون، سایه چشم، مدل مو، اینا خیلی خیلی مهمه. بعد لاک روی بس بابا این کیفیتش. خب آقای دکتر توصیه های من البته ناچار به یک اعترافی هستم با اون اینی که این صدا رو در برنامه رادیو یکی از همکاران شنیده بودم، صحیح. نه کامل، بنابراین من نمی‌رسم شما چی میخواید پخش کنید. همون موقع هم بسیار استفاده کردم، بسیار آموختم و سپاسگزارم. یعنی فکر میکنید توصیه هاشون دو تا نتیجه گیری هاشون غلط بود به. ولی کلیت مسئله درست بود، به مقدار زیادی درست بود. عرض کردم استدلالا غلط بود. یعنی فرض کنید این که مرد از طریق چشم تحریک میشه حرف درستی است، علتش هم زمینای تصوری مرد هست و فکرایی که میکنه و به دلیل پوشیدگی همیشه یه زن یه تخیلات و تصوراتی رو در خودش رشد میده. ولی اینکه چون زیاد میبینه اشباع میشه معنایی نداره، یعنی اون حرف درستی نیست. یا به این خاطر پس یه نتیجه گیری دیگری کردن، کاری به اون ندارم. به هر حال حرفایی زدن که برای بسیاری میتونه جالب و جاذب باشه. شاید هم در گفتگویی که قبلا من و شما با هم داشتیم دو سه تا نکته بود که با این هماهنگی داشت. یکی پیشنهاد شده دو یا سه بار رابطه جنسی در هفته معمول و معقوله. دوم این که مرد اصولا از در تمایلات جنسی وارد میشه و زن از راه عشق مشخصه، ولی ایشون پیشنهادش این بود که خانما مسئول تحریک و براندازی یا برانگیختگی آقایون هستن. خب من فکر کنم بیشتر مردان، اونم در یه جامعه بسته، خیلی زودتر و بیشتر از خانما آمادگی دارن. این است که احتیاج به کوشش زیاد نیست. نه، البته توصیه هاشون توصیه های درستی بود، هم در جهت رنگ، هم در جهت لباس، هم در جهت آنچه که این لباس ها یه ذره لایه به لایه روی هم ولی همچنان از یه طرف دیده بشن. همه اونا حرفایی است که شما توی یه استریپتیز هم میتونید ببینید. به همین جاست که وقتی شما به این کلاب های استریپتیز میکنید، بودی بنده هرگز نرفتم، مطمئنم شما تشو نبردید، آنچه که میگن و آنچه که تو فیلم ها من شما دیدیم، این لباس ها رو تکه تکه کم میکنن برای اینکه اون حالت برانگیختگی رو در حال به وجود بیارن، نه اینکه تکش امروز باشه، تکش فردا، تکش پس فردا. و البته معلومه اون شعری هم که میخونن کمی مرتبط بود ولی یه کمی هم نامرتبط. ولی جالب این بود که این توصیه رو به خانما میکردن. ولی حالا اگر یه زنی همسرش خیلی تمیز نیست، خوش اخلاق نیست، مهربون نیست، مواظب نیست، مراقب نیست، زنی که احتیاج به امنیت و آرامش داره برای اینکه بتونه اون جنبه زنانه خودش رو ابراز کنه و ضمناً خاطرش آسوده باشه که برچسب بد و منفی روش نمیخوره، آن زمانی که تظاهرات تحریک‌آمیز یا تمایلات خودش رو بیان میکنه چه خبر است. در صحبت ایشون چیزی که آزاردهنده بود این بود که فکر برن این زن باید مردش رو تحریک کنه، گویی خودش فقط یه وسیله است. یعنی هدف و این آزاردهنده بود. یعنی باز همچنان این موضوع امتیاز برای مرد یه خواسته مرد، یه احتیاج مرد، تازه با وجودی که احتیاج و خواسته مرد، زن باید یه کارایی بکنه که مرد خودش رو تحریک کنه. و خب در اینجا مرد باید چه بکنه برای رضایت خاطر همسرش، برای ایجاد اون میل و تمایل جنسی اگر در زن هست، در ارتباط با خودش؟ باز شما میبینید خیلی خیلی
توصیه طرفو، مگر اینکه استدلال این بشه خب اینا داشتن برای خانم‌ها میگفتن حالا به آقایون برسن حتما به آقایون هم میگن، ولی پیام بوی اینو نمیداد که اصل برابری رو یا به هر حال مسئولیتی رو از جانب مرد برای به وجود آوردن یه محیط مناسب در زندگی زناشویی رو اصلا بهش توجه و اعتنایی کردن. حداقل برداشت من این بود، ولی یه کمی متهم کردن درست نیست، برای که شاید در یه فرصت بیشتری اون رو هم ارائه میداده. آقای دکتر هلاکویی، در مورد مسئله تنوع طلبی جنسی چه تفاوت های اساسی وجود داره بین زن و مرد؟ شما در اون گفتگوی اول فرمودید که زن احتیاج به امنیت داره برای اینکه در رابطه جنسی باید چیزی رو در خودش بپذیره، اما مرد چنین نیازی رو به این شکل اصلا نداره. و بعد اشاره کردید عوامل متعددی هست که زن رو در واقع در شرایطی قرار میده که به تب کنار میاد با مرد و به دنبال تنوع جنسی نمیره، چون از عواقبش هم خوشحال نیست، در جامعه پذیرفته شده نیست. الان که وضع در جامعه در حال تغییر خیلی سریع هست، یعنی زنها از نظر اقتصادی وابستگی ندارند، یعنی روز به روز وابستگی زنها کمتر میشه به مردها و یا اثر مادی و اقتصادی عرض میکنم، و یا به طور کلی اصولا با آزادی هایی که فراهم شده و تکنولوژی جدید، زن ابزارهای آزادی رو داره برای برقرار کردن ارتباط های متعدد. و حتی این تحول رو در کشوری مثل ایران ما میبینیم. تمام گزارش ها حاکی از این هست که تصوراتی که ما از زن ایرانی داخل ایران، بیشترم در جامعه شهری، داریم از گذشته تا حدی دگرگون شده. یعنی رسم رفیق‌گیری، رسم تنوع طلبی جنسی در ایران در قشری از جامعه، خیلی با احتیاط این حرف رو میزنم، پذیرفته شده است و زنهایی هستن که حتی ازدواج هم کردن، شوهر هم اطلاع داره، ولی اینها دارای دوستان مرد دیگری هم هستند. اینها چه جوری، آیا اینها رو شما به عنوان عارضه روانی یا اجتماعی میبینید، یا بخشی از این تحولی است؟ در غرب هم همینه، یعنی در غرب هم زنانی که به قول فریدون فرخزاد، زندیات فریدون فرخزاد، خرگوش صفت هستند کم نیستند. آیا شما فکر نمیکنید این نظرتون رو باید یه مقدار تجدید نظر بکنید؟ من همیشه باید نظرم رو تجدید نظر بکنم، ولی بذارید دو تا نکته رو بهش اشاره کنیم. وقتی شما تفاوت میان زن و مرد رو در 100 سال قبل در ایران یا در اروپا و امریکا میبینید، با گذشت زمان شما میتونید به من بفرمایید که زن و مرد به هم نزدیک شدن و بیشتر این نزدیکی زنان به جامعه و محیط مردانه آمدن تا مردان به جامعه زنانه، علت چه این بوده که اون نوع بهتری از زندگی بوده. ولی دو تا نکته است، اما همچنان فاصله وجود داره. یعنی هنوز درصد برخی از این مواردی که فرمودید، مثلا در خانما 10-20% تا آقایون 70-80%، حالا یه زمان بوده که 95-99 بوده در مقابل 2 یا 1 یا 5، حالا اومده شده مثلا 20 و 80. پس بنابراین هنوز تفاوت سر جاش هست. درست پس که فرض بفرمایید از نظر میزان سواد و آگاهی علمی فاصله میان زن و مرد زیاد بوده، امروز خانم ها آمدن تو این زمینه تا یه جای جلو هم زدن، یا فرض کنید در جهت ورزش آقایون بیشتر ورزش میکردن تا خانم ها، خانم ها الان خیلی ورزشکارتر شدن، ولی هنوز تفاوت خودشو اینجا اونجا نشون میده. این یه موردی، چون شما اشاره می‌فرمایید به واقعیت‌های محیط اجتماعی، بنابراین همچنان در یه زمینه‌های فقط درصد به نوعی تغییر پیدا کرده، ولی همچنان در برخی از موارد اگر بخوایم عدد بالاتر، حال نمی‌دونم مثلا این امتیاز یا یه اشکاله در آقایون با خانم‌ها هنوز به نفع آقایون یا به گونه‌ای که آقایون هستن حرکت می‌کنه. دوم اینکه برخی از اینا ریشه های طبیعی داره و بنابراین به خاطر زن و مرد بودنه
که ابتدا یه تفاوتایی وجود داره. سومی که تاریخ به هر حال زن رو بیشتر در آنچه که بوده زنتر و مرد رو در بیشتر اون چیزایی که بوده مردتر کرده، به ویژه تو جنبه های بد و منفی. یعنی حالا که من مثل فرض بفرمایید در محیطایی که فقر هست، معمولا آموزش و پرورش خوبی وجود نداره. وقتی آموزش و پرورش خوبی وجود نداره، فقر در نسل بعدی افزون میشه. بنابراین هر دوتا به دلیل اینکه در ویژگی‌های بد و منفی زنان و مردانشون موندن، با توجه به گذشته اوضاع بدتر شده. حالا دارن حداقل دوتا کار رو میکنن، جنبه‌های آموختنی و آموزشی محیط رو کم میکنن، تفاوت‌ها رو هم یه مقداری به کمک قواعد و قوانین دارن به هم نزدیکتر میکنن، ولی همچنان امتیاز است. به نظر من اینکه فکر کنیم در ایران یا مساوی شدن یا خانما جلو زدن، جز در مورد استثنایی اونم جای گفتگو داره، مرحله‌ای نخواهد. اما ماجرا چون در قسمت آغازین صحبتتون اشاره فرمودید به اینکه رابطه مرد با بیرون از خودشه که در رابطه جنسی از و زن باید کسی رو به درون خودش راه بده، همچنان من این رو اینگونه فکر میکنم جان فروزنده، که مرد خطر کمتری، نگرانی کمتری، ضرر کمتری از رابطه داره. زن به دو تا دلیل اصلی گرفتاره، یکی به دلیل ضعف و زبونی فیزیکیش مورد ممکنه تجاوزی قرار بگیره یا به نوعی رفتاری در اونش بشه که خودش نخواد، و دوم ضرر و خطر از آسیبای فیزیکی به دلیل اینکه یه مرد به او وارد میشه. ماجرای حاملگی، اینا اون مواردی است که همچنان سر جای خودش هست. ضمناً در یه جامعه چه زنان و چه مردان، مردان کمتر یه رابطه جنسی حتی بد و غلط رو بد میدونن و زنان یه رابطه جنسی بد و غلط رو خیلی بیشتر بد میدونن تا از آنچه که هست، و تازه برخی از اوقات بیش از اونم بهش تظاهر میکنن. یعنی همه اینا نشون دهنده است که ما همچنان تفاوت‌ها رو داریم، در یه زمینه‌های نزدیکتر، در یه زمینه‌های همچنان دور ماندیم. ولی شما اگر 50 تا ویژگی رابطه جنسی یا احساسی عاطفی رو بگذارید الان رو با 100 سال قبل مقایسه کنید، من فکر کنم هنوز 95 تاش درصد به صورت 50-50 نیامده، از 90 ممکنه به 70 آمده باشه، ولی همچنان برتری امتیاز اونجا هست. این که شما من بفرمایید در یه جامعه تعداد زن و مردایی که با هم رابطه دارن مساویه، که حرف درستیه، اشکال کار در چرایی اون رابطه است. یعنی فرض بفرمایید کمتر مردی است، نه اینکه نیست، که به خاطر نیاز مالی تن به رابطه جنسی بده، ولی درصد خیلی بیشتری خانم‌ها هستن به دلیل نیاز مالی تن به رابطه میدن. کمتر مردی است که به خاطر تنهایی به دنبال رابطه جنسی باشه. بسیارن زنان که به خاطر تنهایی از این امتیازی که رابطه جنسی استفاده میکنن و درگیرش میشن. به همین جاست که شما در طول تاریخ کجا میبینید که یه زن 7 شوهر یا 4 شوهر داشته باشه؟ خیلی کم، اگر اصلا بوده، در حالی که بیش از 95 درصد جوامع که میشناسیم اینا چند زنی بودن، یعنی مردانی بودن که چند تا زن داشتن. یعنی طبیعت و تاریخ همچنان اون فاصله و شکاف رو سنگینتر و جدیتر کرده، و امروز نه تنها طبیعت و تاریخی که کنار اومده، قوانین به کمک آمده. یعنی قوانین آمده است. بذار جمله رو اینجوری عرض کنم، شما نگاه کنید به جامعه امریکا یا اروپا یا هر جای دیگه دنیا، درآمدی که مرد تولید میکنه با درآمدی که زن تولید میکنه، در دو جهت مردا بیشترن، هم از نظر تعداد اشتغال و سطح درآمد بالا، حتی با وجود کار مساوی مردان حقوق بیشتری حتی تو جای مانند امریکا میگیرن. ولی قانون آمده گفته با وجودی که مردا درآمد بیشتری دارن، با وجودی که مردا به هر حال برای خانواده نقش نان آور بیشتری رو در بسیاری از جوامع، حتی در جوامع پیشرفته دارن، ما میایم در وقت طلاق قانون 50-50 رو یا نصف رو که لغت انصاف هم از اونجا گرفته شده رو اعمال میکنیم. خب اینجا قانون آمده به کمک، و الا طبیعت و تاریخ
و واقعیت اجتماعی همچنان امتیاز رو به مرد میده، حتی در جای مانند امریکا. بنابراین یه گفتگو رو باید بهش متوجه بود. شما من میفرمایید خیلی چیزا تغییر پیدا کرده و خیلی فاصله پایین و بالا قسم خوب و بد نیست، پایین و بالا به این صورت در اومده قبول دارم، ولی همچنان مردا اینجان و زنا در این گونه موارد به اینجا در اومدن. این رو شما تو صورت‌های بد و منفی هم می‌بینید. آمارای بسیاری از کشورها نشون میده از 1000 تا تجاوز به عنف یا در حقیقت نوعی سکچوال ابیوز، از 1000 تا 990 تاش از جانب مرد به زن، 10 تاش از جانب زن به مرد. یعنی یه عددهایی در این حدوده. خب این فاصله نشون دهنده اینه که همچنان شما اون قاعده حاکم بر طبیعت و تاریخ رو داری و اینو تو حیوانات هم دارید جز موارد استثنایی. بنابراین شما با یه واقعیتی اینجا روبرو هستید و همین جاست که بریم سراغ یه مسئله دیگه. مغز زن و مرد کمی متفاوته، تأکیدها و اهمیتی که داره روی جنبه‌های مختلف جنسی و ارتباطی متفاوته. همه اینا به طور کلی مرد رو برای تنوع پرستی و بیشتر خواهی در مقام مقایسه با زن آماده میکنه. حالا اگر یه محیط اجتماعی اومد این وضعیت رو تشدید کرد و تقویت کرد، بسیار طبیعی است که این رابطه مثلا 70-30 تبدیل میشه به 90-10 و این واقعیتی است که در طول تاریخ ما داشتیم. یعنی همون ماجرای فقر و آموزش و پرورش و ایژوکیشن که به صورت متقابل و متعاکس روی هم اثر بد و منفی گذاشتن. تازه برخی از جوامع پای زنان رو مثل چینیا میبستن در مناطقی که اصلا اینا رشد نتونن بکنن. در بسیاری از جوامع برای که مبادا زن تمایلات جنسی داشته باشه، قسمتی از آلت تناسلش هم غالب اوقات به غلط قطع میکردن برای که از رابطه جنسی لذت نبره، در حال اینکه این کار رو به اون صورت جز مورد خاص مربوط به پسرها در مناطق چند زنی که خودش داستان دیگه داره، قبلا هم راجع به صحبت کردیم، انجام نمیدادن. یعنی مردان تصمیم نمی گرفتن که از رابطه جنسی لذت نبرن، مردان میخواستن به دلیل مسئله مالکیتی که داشتن زنا از رابطه جنسی لذت نبرن، برای این خاطر شرف و غیرتشون به قول معروف آسوده باشه. این است که اول اینو باید روشن کنیم که ما هم دلایل طبیعی تفاوت داریم، هم تاریخی هم واقعی. قانون آمده در جهت عکس اینا در بسیاری از جوامع حرکت کرده، ولی آیا تونسته بیشتر موارد رو کم کنه؟ بله. اما آیا تونسته بیشتر موارد رو به تساوی نزدیک کنه؟ نه، و شاید هم نتونه. علت چمین است که هنوز شما در مرد یه مقدار به دلیل مرد بودن و اونچه که در رابطه جنسیه توانایی بیشتری برای عمل و آزادی میبینید، در حالی که در زن نه توانایی بیشتر در عمل و نه آزادی، مخصوصا وقتی که این مردان قوانین و روابط اجتماعی رو معین و مشخص کرد. وقتی از دیدگاه علوم مختلف به تنوع طلبی جنسی نگاه میکنیم، از دیدگاه روانشناسی، از دیدگاه جامعه شناسی، حتی از دیدگاه بیولوژیک نگاه میکنیم، تنوع طلبی جنسی یک امر طبیعی است یا یک انحراف اجتماعی و یا انحراف بیولوژیک، لغت انحراف درست نیست، یا وسیله است برای یک کمبود بیولوژیک در طرفی که به دنبال تنوع طلبی جنسی؟ لغت آخرتون، جمله آخرتون خیلی مهمه، اجازه میخوام بعدا راجع به صحبت کنم، ولی بذارید موضوع رو اینجوری عرض کنم که وقتی شما به ماجرای تنوع پرستی میرسید، مرد این رو در چارچوب لذتش میخواد و لذت میتونه متفاوت و متنوع باشه، به همین جاست که مردا انواع مختلف لذت وجودن. زن این لذت رو در سایه امنیت و آرامش میخواد. این لغت امنیت آرامش شما خیلی تکرار میکنید، یه خورده بیشتر توضیح بدید. ببینید زنان اگر کاملا احساس امنیت بکنن از نظر فیزیکی، از نظر توانایی و از نظر آنچه که دور برشون هست و ماجرای حاملگی رو با آگاهی که خوشبختانه امروز وجود داره
گرچه کاملا منتفی نیست ولی تا مرز 97 و 98 درصد منتفی شده بدونن و گرفتاری های بعدی برای خودشون به وجود نیارن، اگر یه چنین مرحله‌ای برسه باز هنوز موضوع احساس امنیت و آرامش، باز به دلیل نوع خود رابطه جنسی که یکی با خارج از خودش رابطه داره، یکی با یه نفر رو به درون خودش که بدن تقریبا کنترل از دست میده بپذیره. ببینید شما در کشتی چه میکنید؟ یعنی چی؟ ببخشید دکتر قسم جسد دیادم توضیح بده. آره یعنی چی؟ یعنی چی در کشتی؟ اون کسی که رو افتاده و دیگری رو به زمین کوبیده برتری رو داره، نه اون کسی که اون زیره و کنترل رو نداره. شما توی رابطه جنسی عادی زن و مرد حتی با جثه مساوی همچنان به دلیل اینکه یه چیزی نزدیک دو برابر بدن مرد عضله بیشتری داره نیرومندتره و در نتیجه زن یه مقداری اگر بخواد بگه نه تا زمانی که محکم نگفته و مرد نه او رو نپذیرفته همچنان در اون شرایط خاص در اختیارشونه. برمی دست که شما الان چقدر الان اخیرم که قانونی در ایالت کالیفرنیا گذشته که نشون میده همه جا مسئله رابطه جنسی با مفهوم قدرت پاور در ارتباطه و باز به همین جاست که سکشوال هرسمنت در محیط کار به مسئله قدرت مرتبطه، نه به مسئله که اصلا کی چی کار کرده، یعنی به خود اون ارتباط همه. حتی یه زنی که کاملا به داشتن رابطه با رئیس خودش رضایت داده میتونه مدعی بشه که اینجا برابری نبوده برای که رئیسش قدرتی داشته. یعنی ما نتونستیم اونو حذف کنیم و به نظر من درسته که برخی از وقت در این زمینه بسیار تند و افراطی بسیاری از جوامع و قوانین رفتن، ولی همچنان درسته. یعنی هنوز شما میتونید این رو بدانید و مخصوصا با توجه به محدودیتایی که از جهات دیگه وجود داره. یعنی تمام کوشش من این است که بگم یه تفاوت اونجاست. اما نکته آخری که فوق العاده مهم بود اشاره فرمود، بذارید یه کمی به انسان نگاه کنید. چقدر آدم ها دلشون میخواد بهشون توجه بشه. مطالعات علمی نشون میده کودک انسانی اولین و مهمترین چیزی رو که در دوران کودکی میخواد و ادامه داره اتنشن یا توجه. خب من و شما میخواییم توجه رو بگیریم. دوم، من و شما میخواییم توجه رو بگیریم، دلمون میخواد یا آدمی ما رو خوب ببینه یا از ما خوشش بیاد. پس دومی قدم این که ما رو خوب بدونه و از ما خوشش بیاد. سوم، این آدم به ما اجازه بده که این احساس خوبی رو که داره بیشتر حس و احساس رو لمس کنیم. پشت اون چقدر اهمیت داره که این توجه و محبتی که کسی میکنه بیاد به ظریف‌ترین و لطیف‌ترین و عمیق‌ترین سنگین‌ترین حال خودش در بیاد که رابطه جنسیه. بنابراین شما در همه ی آدم ها همونطور که در پسر و دختر توجه رو میبینید، میل به این که خوب دیده بشن و خوب شناخته بشن رو میبینید، خوش آمدن دیگران رو از اونها به راحتی میبینید. دست حالا بعدن میگم که ما دست به مانورهای متفاوت میذاریم، بعد یه جوری میخوایم این فقط یه ظاهر و تعارف نباشه، پس انتظار داریم که اون آدم یه کاری برای ما بکنه که ما دوست داریم و ما ازش لذت میبریم و در نتیجه همه اینا دست به دست هم میده و یه گرایشی در همه آدم ها یه جوری به وجود میاره که بخوان مورد توجه قرار بگیرن. ولی حالا تا کجا میرن و کجا میستن مسئله است. به همجاست که یه عده‌ای فقط در همون حد اول میستن، به من نگاه کن، من میخوام سنتر آف اتنشن باشم. شما یک مثلا خانم هیستریانی هیجانی و نمایشی که به عنوان اختلال شخصیت هر جا میره میخواد بگه من میخوام مورد توجه قرار بگیرم و حتی نه تنها مورد توجه بگم، به خاطر یه دوگانگی درونیش میخواد مردا رو تحریک کنه، زنا رو هم خشمگین، یعنی از اونا ببره و اینا رو به سمت خودش بکشه که در حقیقت بازم ببره، یعنی با خشم زنان از اونا ببره، با توجه مردا باز از مردا ببره و بنابراین یه فرصت طلایی پیدا میکنه که حالا با آرایشش با لباسش با حرکاتش این کارو بکنه و میشه مرکز توجه. اما بسیاری همینجا میستند، یعنی شما توی بحث هیستریانیک زنان هیجانی و نمایشی میبینید فقط به دنبال توجه هن. و شمایی که میبینید مثلا اینقدر به شما توجه میکنن یا اینقدر از شما توجه میخوان و یا این همه میخوان به شما خودشون رو خوب نشون بدن، شما اگر یه ذره از خطتون بگذرید و یک انتظار و توقعی داشته باشید حتی یه لمس یا بیشتر جلوتون میستن.
یه عده قدم بعدی هم باز بر میدارن و یه عده این رو مادام که پیامدها یا عواقب بد و منفی نشه ممکن تا آخر ادامه بدن. بنابراین شما با چی روبرو میشید؟ با یه طیفی روبرو میشید از زنانی که یا مردانی که میخوان توجه بگیرن و دوم میخوان مردم خوششون بیاد. اینجا شاید زن و مرد به مقدار زیادی مشترک. بعد از اون اجازه یه نوع استفاده از دیگه بیدن. حالا اگر مرد فکر میکنه از زنهای مختلف و متفاوت میتونه لذت ببره به دلیل اینکه چیزی در اینجا نمیپردازه، فقط همینقدر که او خوشش بیاد، و زن فکر کنه اینجا از 10 تا مردی که انتخاب میکنم 5 تاش ممکنه من آسیب بزنه و خطر داشته باشه، خب یه ترمزی جلوشه. و بنابراین شما یه دفعه چی میبینید؟ میبینید که مردا راحت ترن و زنا ناراحت ترن. شما به آماری که قبلا یه مطالعه شده بود در امریکا چی میبینید؟ در امریکا نشون میده در طول زندگی زناشویی 40% مردا خیانت کردن ولی 25% زنا. یعنی همینجا نشون میده تو زندگی زناشویی، ولی همینجا باز یه عدد دیگر به شما میگه چون تعداد رابطه مساویه، پس معلوم زنانی که ازدواج نکردن بیشتر از مردانی که ازدواج نکردن درگیر رابطه جنسی میشه، برای که این 15% اینجا باید یه جوری از جانب اونا در حقیقت پر بشه. نتیجتا شما چه نتیجه ای میگیرید؟ اتفاق نتیجه ای که تو این صحبت منم هست، زنی که آمده عاشق شده یا متعهد شده به یه مرد و تشکیل خانواده داده، خودشو بیشتر اداره و کنترل میکنه تا مردی که عاشق شده و یا متعهد شده به یه زن. بنابراین آمار 40 و 25، این عددا نشون دهنده این است که باز هنوز اون اصل تاریخی طبیعی اینجا هم در نقش خودش رو ایفا میکنه. بعد از اون شما برید سراغ 100 تا مرد هر جای دنیا به صورت رندم، شما میبینید اینکه نگاه کنه، اینکه یه زنی رو بخواد، اینکه دنبال یه زنی بره، اینکه بخواد ببینه به قول معروف میشه یا نمیشه، در آقا این خیلی بیشتر از خانم هست. یه دلیلش هم شاید به خاطر اینکه خانم ها اگر بخوان تقریبا میتونن داشته باشن، در حالی که مردا غالب اوقات جواب نشنیدن. همونجاست که قبلا هم خدمتتون عرض کردم اگر یه مردی در خونش بیسته خانمایی که رد میشن به خونه دعوت کنه، ای بسا کسی نره، هر جا تو ایران باشه، تو امریکا باشه، تو سوئد باشه. ولی اگر یه زن بیسته در خونش و مردا رو دعوت کنه، تعداد خیلی خیلی بیشتری میره. یعنی اینقدر که برخی از اوقات نمیدونم، حالا دوستان ممکنه یه دهی به 70-80% هم راضی نباشن. خب شما نگاه کنید 0 یا 1 در مقابل 80 نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده که زن و مرد به این موضوع دوگونه متفاوت نگاه میکنن. تهش هم بپرسید از مرد که چرا میری، فکر کنه جز در مورد استثنایی نباید خطری او رو تهدید بکنه. از زن بپرسید یه احساس خطر حتما بیشتری میکنه، برای که میدونه بر سرش چه خواهد اومد. علتش این است که رابطه جنسی رابطه برابری نیست، و بعدم توانایی گفتن نه مساوی نیست، و بعدم استفاده از حق انتخاب و آزادی مساوی نیست. به همین جاست که باز یه مثال دیگه عرض کنم، چون میدونم خیلی از دوستان با شعارهای ممکنه عرایض من رو نپذیرن. فرض بفرمایید هستالی یه پسر و دختر دو قلو دارین، هر دوتا 16 سالشون یا 18 سالشون. شما به عنوان یه پدر حتی تو امریکا معمولا در حالت عادی اگر بچه ها نسبتا شبیه هم باشن، نگران دخترتون هستید تا پسرتون، و اگر دیر بیان یا حرفایی بشنوید باز نگران دخترتون هستید تا پسرتون. همسر شما همینجوری نگاه میکنه، و اینجا نمیشه گفت که بیا اصل برابری رو بپذیریم، با واقعیت چه کنیم؟ و این واقعیت رو شما در خصوص کودک و بزرگ سال هم میبینید. شما یه مرد 30 ساله رو نگرانش نیستید جو گم بشه، ولی یه پسر 3 ساله رو چرا؟ پس بنابراین عامل سن و جنس که هنوز تفاوت‌های انسانی رو بیش از هر چیز دیگه توضیح میده و توجیه میکنه، همچنان بسته به اینکه به چه موضوعی سرکلش پیدا میشه. و من تو کتاب جامعه امروز که 1975 نوشتم، یعنی 39 سال قبل، وقتی که بحث درباره آیا نابرابری ضروری است، فکر کنم اصلا یه فصل من اینه، فکر کنم فصل 14 یا 15، اونجا بیان میکنم که شما با سن کاری نمیتونید بکنید. بالاخره کسی 40 سالشه که 4 سالشه، و شما ناچار تفاوت میان انسان‌ها رو باید بپذیرید. اینجا هم همون مسئله است، یعنی ما فقط میتونیم انسانی ترش کنیم، اخلاقی ترش کنیم، قانونی تر و قانون عادلانه و منصفانه‌اش بکنیم، اما همچنان سر کله تاریخ و طبیعت هنوز تو جوامع کم و بیش دیده میشه، فقط درصدا متفاوته. و همچنان شما این رو در خصوص مرد و زنان متفاوت می‌بینید.
مثلا بازم توجه به این نکته داشته باشید، مرد بیشتر شنیده نه، مورد استثناء را عرض نمی کنم، تا باشه، و زن اگر خواسته بیشتر شنیده باشه تا نه. بنابراین شما دو تا آدم رو میبینید که یکی با محرومیت و محدودیت بزرگ شده و دیگری با عدمش، و دوم این اولی که با محدودیت و محرومیت رازه زورش هم زیاده، تا زمینه دو طرف باخته، با وجودی که تواناییش بیشتره محرومتر است و با محدودیت بیشتری روبروست، و اونی که ضعیفتره یا کمتره، قصدم واقعا امیدوارم بار منفی نداشته باشه، که توانایی بیشتری برای داشتن داشته، معلومه با اون محرومیت و محدودیت بزرگ نشده. آقای دکتر، اتفاقا سوال بعدیم رو شما یه اشاره‌ای بهش کردید، در اینجا اشاره کردید که مردا بیشتر محرومند از این، چون نه بیشتری شنیدن. بنابراین می شود گفتش که یکی از دلایل گرایش بیشتر مردها یا حتی در مورد زنهایی که به سوی تنوع طلبی جنسی میرن مسئله ارضاء جنسی است، جبران اون محرومیت، اون نتیجه درست دقیقا حق با شماست. ببینید، نگاه کنید به مردانی که به اصطلاح زنبارند، شما چیه درشون؟ دو چیز رو میبینید، یکی پذیرفته نشدن از جانب مادری به گونه ای که میخواستن، ای بسا مادرم خوب عمل کرده و بنابراین یه میلی برای کشف زن، داشتن زن، فتح زن، مثل یه جنگجو، مثل یه سردار دارن، و به همینجاست که بعد از رابطه راه میکنند و میرن. باز یادتون باشه، من خاطر اومد در همون کتابم اشاره میکنم، ما در بیشتر تاریخ تکاملمون یا جنگجو بودیم یا شکارچی. در جنگجوی شکارچی زن و مرد کمی مشترک بودن، ولی مرد جنگجوی واقعی و شکارچی واقعی بوده، هم در بیرون هم در ارتباط با زن. پس بنابراین شما نگاه کنید به این همه قوانین و قواعد که حتی تو ادیان پذیرفته شده، اصل بردگی اونقدر بردگی مردان نبوده که بردگی زنان و بچه ها بوده، و تازه اگر بردگی مردان بوده جز در موارد خاص مسئله داشتن رابطه جنسی نبوده، ولی با زنها بوده. کنیز رو میتونستن ببخشن، تازه جالب، کنیز رو که سهله، زن عقدی خودشون رو طلاق میدادن میبخشیدن. شما نگاه کنین حتی به پادشاهان قاجار، این در دورهای خیلی هم ما نمیدیم به گذشته، خوش چه متوجه میشید که زن تبدیل شده به یک کالا. حتی نگاه کنین به اون ور قضیه جان فروزنده، شما در تمام موارد عقد شما چه میبینید؟ پرداخت یه پول میبینید، یعنی باز داره خریده میشه، یعنی بقایای برد فروشیه. وقتی گفته میشه عقد تحقق پیدا نمیکنه مگر به مهر یا پرداخت، شما یه دفعه متوجه میشید انسان یه دفعه تنزل پیدا میکنه در یک کالای مصرفی که برای استفاده ازش باید پول داد. و شما نگاه کنید با آنچه که حتی 50 سال قبل تو بیش از نیمی از کشورهای جهان بوده، بیش از نیمی و در تمام تاریخ، تمایل جنسی یا رابطه جنسی حق مرده و وظیفه زن. شما تو صحبت این بزرگوارم دیدید، شما کاملا رابطه رو یه طرفه میبینید، یعنی یه ذهنیتی است که گویی خداوند زن رو خلق کرده برای که مرد ازش تمتع کنه مثل بقیه موجودات. تازه داستان خلقت هم یه ذره بوی همین رو داره، و حتی بار حاملگی رو که مرد موجب بشه به گردن زن انداختن، یا جنسیت رو پسر و دختر بودن به اسپرم مرد مرتبطه، ولی ما چون از شکم مادر اون در میاییم مسئول و مقصر کودک مادرش رو مینه. حتی تو بزرگسالی هم هست، ما وقتی کسی به این دنیا کور میاد چی میگیم؟ نمیگیم کور پدرزاد، میگیم کور مادرزاد، با وجودی که این بسا علت مثلا نابینایی مال خانواده پدر یا پدره، هیچ ارتباطی به مادر نداره. یعنی هرچی جنبه بد و منفیس رو ما به حساب مادر میگذاریم، و اونچه که جنبه مثبته مال ما آقایونه، یعنی ما هیچ جا کوتاه نیومدیم، هیچ جا. به همینجاست که شما باز نگاه کنید به ارث، که چگونه مردان یا فرزند اول برتری و امتیاز داشت، یعنی تازه یه موجودی که تازه ضعیف‌تره با حق بیشتری از پدر و مادرش، اگر اصل برابری رو پدر مادر قائل بودن میگرفت، اونجا منوز داره کمتر میگه. تاریخ ما و طبیعت ظلم و بیداد بوده علیه زنان، اصلا توش تردید نکنید. من در گفتگویی که در
سمینار آزادی داشتم اشاره کردم تنها گروهی که هیچ وقت دست برتر رو نداشته زنان بودن تو تمام زمینهای مهم و اساسی. دیگه آخر کارش ما خیلی هنر فرمودیم آمدیم گفتیم بهشت زیر پای مادرانه. حالا بگذاریم از این تعبیر بیمعنی، ولی بهشت زیر پای مادرانه، ولی برای اون مادر جهنم رو راه انداختیم. جالبش هم اینه که من و شما چون این موضوع مهمه، مادرمون عزیزترین و بهترین میدونیم، شما میدونید، منم میدونم، صد نفر پسر و دخترم جمع کنی اینو میدونه، ولی وقتی جمع این مادران دور هم جمع میشن یه دفعه تبدیل میشن به یه موجود درجه دوم با همه عیب و ایرادایی که در مقام مقایسه با ما مردان پیدا میکنه. و یک کسی نمیگه این چه استدلالی است که یک کسی از همه مردان برتره، یعنی دونه به دونه اینا، ولی وقتی جمع میشن از مردان کمتر میشن. اینو فقط سفسطه و مغلطه های اعتقادی و استدلالی ما از همین نوعی که حتی شنیدید که بار و بوش رو شما میتونید ببینید که موضوع انسان نیست، موضوع این است که این بزرگوار که اسمش مرده مبادا محروم. آی دکتر شما همیشه معتقدید که علمی که نتونه پیش بینی بکنه علم نیست، درسته؟ یکی از مشخصات علم تواناییش برای پیش بینی، بدون پیش بینی معلومه خیلی قبل رو نمیدونه که مدعی بشه، برای که هر وقت شما مدعی علم شدید با توان پیش بینی داشته باشه. کاملا حق با شما. دنیای ما از انحصار جنسی فاصله نمیگیره؟ آیا این تنوع طلبی جنسی نیست که داره همگانی میشه و رشد میکنه حتی با توجه به تفاوت میزانش در زن و مرد؟ ببینید شاید چنین باشه، ولی ببینید اسمش تنوع پرستیه نیست. بذارید اینجوری تصور کنید، بیاید من و شما یه بحث واقعی بکنید. بیاید فرض کنید یه مردی و یه زنی در مدت 60 ساله، مثلا 15 تا 75 سالگیش با یه زن هست، یا یه مردی با یه زنی، یا یه زنی با یه مردی، بعد از 5 سال 10 سال همدیگر رو دوست دارن و همدیگر رو نمیخوان و تمایلی ندارن. این که با هم بمونن یا نمونن و این که این زن و مرد دنبال کسی دیگه بره، باید ما تکلیفون روشن کنیم چند روزه اینو درست یا غلط و خوب و بد میدونیم. ماجرای بچه ها رو بذاریم کنار، چون اونجا وقتی بیاد یه دفعه معادله به هم میخوره. اینجا اون پرسش مطرحه، بذار جمله رو اینجوری عرض کنم خدمتتون. جوامعی هستن، من اون زمانی که دانشجو بودم یه مقدار آمار رو میدم، خیلی قبله، مال سال 70 دیگه، مثل که 40 چند ساله، 44 سال قبله، دوره دکترا من خاطرم هست در چند تا کشور میزان جدایی و طلاق در یه جامعه 2 برابر جامعه دیگه، یه منطقه 2 برابر منطقه دیگه بود، ولی مطالعات نشون میداد رضایت زن و مرد حتی سلامت بچه‌ها تو این جامعه‌ای که 2 برابر طلاق داشتن از اون جامعه‌ای که نصف اونا طلاق داشتن بیشتر. علتش این است که ما اومدیم یه چیزی مثل جدایی و طلاق رو یه دفعه بردیمش انقدر به صورت تابو و بد درش آوردیم که حالا میپوشونه خیلی چیزا رو. ولی اگر سر جای خودش قرار بدیم، این که در گذشته مردم 4 تا زن می‌گرفتند و یه زن ای بسا 4 تا شوهر نمیتونسته بکنه مگر جدا بشه، امروز اگر تبدیل بشه به یه آدم ظرف 60 سال 4 دفعه هر 15 سال یکی ازدواج کنه، شما باید ببینید از نظر انسانی و اخلاقی و بچه ها چجوری میبینیدش. ولی اگر بعدا شما درباره تعداد رابطه صحبت کنید، در مقام مقایسه با گذشته مردان رابطه کمتری دارند، در مقام مقایسه با گذشته زنان رابطه بیشتری دارند. امروز با گذشته مقایسه کنید. حالا اینجاست که بحث جدی مطرح میشه، کدام سالمتره از نظر فیزیکی و روانی، کدام اخلاقی تره، کدام انسانی تره، کدام مثلا سعادت انسانی رو و امنیت و آرامش انسانی رو بیشتر میکنه. اینجا جای گفتگوست. به همین جهت است که شما بیاید این گونه نگاه کنیم. هستالی هم حتما دیدم، طوری بینندگان خوب عزیز دیدن، شما آدمایی میبینید که 40 سال تو زندگی زناشویی موندن، 4 تا بچه هم دیوونه کردن، هر دو هم از پادر اومد، در حالی که یه جای دیگه اولا 4 تا بچه نیوردن ولی تازه موردن، بعد از 15 سال به این رسیدن که رابطه درست نیست، جدا شدن و رفتن، هر 6 تا آسیب کمتری دیدن. حالا اینجا یه سوال مطرحه که شما میخواید طلاق رو
چگونه بهش نگاه کنید، به عنوان یه واقعیت ارزیابیش کنید جنبه‌های مثبت و منفیش، یا به عنوان یک باور و یا حتی یه احساس. و اینجاست که شما به یک باره با جنبه‌های بسیار مختلف و متفاوتی روبرو میشید که هر کدام یه ذره دقت در تجزیه و تحلیل میخواد. به همینجاست که عرض من همیشه چه بوده جان فروزنده، این حرف شاید خیلی بیشتر به واقعیت از نظر من نزدیک. طلاق همیشه بده، همیشه آزاردهنده است، همیشه آسیب زننده است، همیشه قسمت‌هایی از بدن آدم‌های درگیر رو قطع می‌کنه، از پدر و مادر گرفته تا بچه‌ها تا بقیه. اما برخی از وقت ادامه زندگی به مراتب بدتر از طلاق هست برای پدر و مادر و برای بچه‌ها در مجموع. یعنی ای بسا فرض کنیم برای هر 6 تاشون، همون مثال قبلی، یعنی شما 6 تا آدمی 30 سال میمونن و این گونه میشن، اگر جدا میشدن هر 6 تا حال بهتری داشتن. حالا شما میخواید با طلاق اینجا چه کار کنید؟ نتیجتاً باید گفت طلاق همیشه بده، ولی برخی از اوقات از زندگی بدتر کمتر بده. و بنابراین وقتی من در شرایط انتخاب میان بد و بدتر قرار میگیرم، باید آگاهی و توانایی و جرأت انتخاب بد رو داشته باشم تا گرفتار بدتر نشم. نمیخوام بگم تجزیه و تحلیلش ساده است، ولی بیاید فرض رو بگیریم که این نتیجه رو بگیریم. به همینجاست که من تو کار روان درمانی و تراپی صدها بار با بچه‌هایی روبرو شدم که فریادشون از پدر و مادرشون بالا بوده به آسمان که چرا موندید، چرا جدا نشدید. یا وقتی جدا شدید بعد از 10 سال من یه امنیت و آرامشی پیدا کردم، چون حالا میتونستم هر دوی شما رو که با من خوب بودید داشته باشم، ولی شمایی که با هم میجنگیدید رو، من رو در این وسط له میکردید رو تو 10 سال اول داشتم، نه تو 10 سال دوم. و به همین جهت است که تو این گونه موارد به جایی که احکام صادر کنیم که چیزی بد تحت هر شرایطی، باید به نسبی بودن اینها و به اندازه و درصد اینها فکر بکنیم و ببینیم چه باید کرد. یعنی اون مسئله که با لباس سفید میای خونه شوهر و با کفن میری، اصلا این به کلی مردوده. خب این حرفا رو مردا زدن برای که تعیین کننده باشن، مخصوصا وقتی شما حق طلاق رو بدون هیچ دلیلی به مرد دادید. و نه تنها حق طلاق رو، داشتن همه مالکیت رو، حتی جز در شرایط خاص که تازه از عهده‌اش چون بر نیومدید محبت کردی، گفتید نمیدونم تا 2 سال و 7 سال در اختیار مادر باشه، ولی همینقدر که به جایی رسید که حالا به عنوان ثروت در جوامع قبلی بوده، گفت حالا باز نوبت منه. یعنی مردا در این جهت بی‌شرمی رو به حد اکثر رسوندیم ما. یعنی اومدیم گفتیم اونجایی که نمیتونیم و خراب میشه. ولی مردان یه پشتوانه داشتن، اونم مذاهب بوده. خب شما اینکه مذاهب اینو به مردا گفتن یا مردا اینو به اسم مذاهب در آوردن، چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. اون موقع است که اون وقت معلوم میشه کی چیو در این محتواها و در این ماجراها ساخته. یعنی اونجاست یا به اگه میخواید منو ببرید اونجا، من مشکلی ببرم. ندارم. نه. ولی به من میخواید بگید مذاهب هم به وجود آوردن یه چیزایی رو، هم بیشتر تحت تاثیر آنچه که بوده اونها رو بهش جنبه تقدس دادن و به عنوان اصل وارد سیستم کردن. نتیجه یکیه دیگه دکتر. در واقعیت متاسفانه بله. و به همین جهت که من با دو گروه دعوا دارم، یکی مذاهب به معنی عامش که باید میستادن پای اصول اخلاقی انسانی و تا اونجایی که ممکن بوده نظام اقتصادی و سیاسی و آموزشی رو زیر فشار میذاشتن، دوم مدعیان عشق و عرفان که اونام باید به کمک یه چنین ظلم فاحش ویرانگر می آمدن اما نکردن. حداقل اگرم کردن اینقدر کم کم بود که بیشتر مثل منی هستم که مرگ کسی اظهار تأسف میکنه برای که برچسب آدم بد بی حس بی احساس بهش ندن، ولی 5 ثانیه بعدم یادم نیست. آی دکتر، در یه جای دیگه شما اشاره کردید که امروز در واقع قدرت عضلانی نقش عمده‌ای رو در اداره امور زندگی بشر یه عهده‌دار نیست مثل گذشته. خب در رابطه جنسی هم همینه. یعنی در رابطه جنسی هم با آگاهی که زنها به تکنیک‌های مختلف برقراری رابطه پیدا کردن، اون حالت روکاری که شما از ویژگی‌های مردها ذکر می‌کنید
خیلی امروز مورد تردیده، یعنی بسیاری از موارد این زنها هستند که کنترل رابطه رو به عهده میگیرن و رابطه رو شروع میکنن و رابطه رو به پایان میبرن. از یه طرف این، از یه طرف به اصطلاح قدرت اقتصادی، استقلال اجتماعی زنها، اینها همش عواملیه که ما رو به سوی جا انداختن تنوع طلبی جنسی جلو میبره. نمیبره؟ چرا؟ بدون ببینید، من از آغازم خدمت عرض کردم، شما وقتی بحث درصدی میکنین من حرفی ندارم. یعنی شما بیاد اینجوری نگاه کنین، به من بفرمایید هنوز در جوامع 10 تا موضوع اساسی رو، چون اینجا جای گفتگو داره، 10 تا موضوع مهم و اساسی رو توش توافق کنین، بعد برید تو همه جوامع ببینید سهم مرد در جهت تصمیمش، عملش کدام بیشتره. من میگم در بیشتر موارد همچنان باز مرده. به من میگید خیلی تغییر پیدا کرده. بله، شما بیاید حتی یه اصلی رو نگاه کنید، نظام چند زنی وقتی در یک کشورهای مانند امریکا غیر قانونیه، شما چی میبینید؟ حداقل دیگه خاطرتون آسوده است، یه درصدی از آنها چند زنی نیستن دیگه. خب حتما یه تغییر به وجود اومد. یا فرض بفرمایید حق این مقدار آزادیایی که هست، من امروز اتفاقا تو رادیو باز یا امروز بود بحث داشتم، شما ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر چی میگه؟ هر زن و مرد بالغی، بلوغ هم آوردن بالا 18 به بعد، هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، مذهب، ملیت، هر چی، با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و در حق انحلال طلاق هر دو دارای حقوق مساوی. خب شما این ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که کاملا ماده اخلاقی انسانی واقعی علمی عقلی است، خب هر جامعه‌ای که به این سمت نزدیک بشه بسیار طبیعی است که وارد مرحله‌ای میشه که شما میتونید یک بگید یه برابری به وجود اومده، بعد برید سراغ جنبه‌های مثبت و منفیش. جنبه مثبتش میتونه آزادی باشه، حق انتخاب باشه، برابری باشه، امنیت باشه، آرامش بیشتر باشه، خب همینا رو به دنبال خودش داره. ولی شما نگاه کنید به اون جوامع چند زنی یا جوامعی که در دوران زندگی حق مساوی ندارن، در وقت طلاق حق مساوی ندارن، شما بدون هیچ تردیدی حتما یه جامعه برتری طلب مرد بر زن و دو گونه شهروند رو 100% میبینید. اصلا جایی برای گفتگو نداره. یه کسی بخواد به من بگه ما میتونیم چند تا زن بگیریم ولی از اصل برابری صحبت کنه، فقط باید یا بیمار باشه یا به قول معروف مرضی داشته باشه یا قرضی داشته باشه، جایی برای بحث نمیمونه هیچ، به هیچ شکل و فرمش، مخصوصا وقتی بهش بگید که ما میخواییم مادر تو رو بدیم به یه کسی که دو تا سه تا زن دیگه داره یا دختر تو بدیم. چون یه ذره بیاریتش توی واقعیت، نه اینکه لطف کنن درباره خودشون صحبت، چون گرفتاریه ما بسیاریمون همینه. این قوانین خوبه وقتی در حق دختران دیگر، وقتی به دختر خود من میرسه یه مرتبه گرفتاری. حالا بگذاریم از اینکه بسیاری از ما هنوز در ارتباط با بچه هم به عنوان ملک و به عنوان شی نگاه میکنیم، اینی که هنوزم برخی از وقت با وجودی که پدریم و مادریم دخترامون رو در مقابل یه چیزی میدیم و همچنان اون باور دوگانه رو ما داریم و نگه می‌داریم. به من می‌فرمایید نتیجه برابری این است که تنوع پرستی زنان بیش از اونی که بوده میشه. باهاتون موافقم، هیچ دلیلی نداره که مخالفت کنم، برای که هم واقعیت همون علل و عوام ده. به من میگه در مردان ممکنه کمتر بشه اتفاقا. چرا؟ به همین که من همیشه عرض کردم خانم ها اگر به دنبال اصل آزادی و برابری هستن، امید من اینه که تو جنبه های مثبت باشه، نه اینکه بگن تا حالا آقایون عرق میخوردن حالا نوبت ماست، تا حالا آقایون عربده میکشتن حالا نوبت ماست، تا حالا آقایون مست میکردن حالا نوبت ماست، تا حالا آقایون چاقو میکشتن حالا نوبت ماست. خب اگر قرار باشه برابری در جهت جنبه های بد و منفی باشه، خب اون خیلی از این بابت جلو نرفتیم. آقای دکتر، ما بیش از 55 دقیقه است داریم صحبت میکنیم، یعنی شما داری صحبت میفرمید، پرسش هایی من مطرح کردم، ولی عجیبه یک کلمه اصلا گفته نشد. عشق، فقط از رابطه گفتیم، رابطه جنسی. الان شما فرمودید دیگه کار ما
دیگه این نقص رو داشت اینا کاملا برداشت. نه میخوام یه چیز دیگه بگم خدمتتون. پس به این دلیله که شما میگید عشق در تاریخ بشر یه پدیده تازه است؟ بدون تردید. برای که مادام که زن و مرد، زن خودشو نمیدونم حالا این لغت درست، کمتر از مرد، مرد خودشو کمی بیشتر میدونه، عشق اساسش بر برابری منتفیست موضوعش. به همین جلست که بله حق با شماست. بنده معتقدم عشقی که ترشح قدرت بوده که خدا یا طبیعت برای تولید مثل دو سه بار برای مدت جمعش دو سه سال هم نمیشه، یه سال بیشتر آدم هست گذاشتن برای که از نظر ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک بشه نشون داد. اما اون عشقی که میان دو تا انسانه که ظرفیتش بوده، نه درست پس که من شما میتونیم آگاهی داشته باشیم، ولی اینکه من شما دکترای فیزیک و شیمی و پزشکی اینا باشیم در گذشته نبوده، تازه درست شده. قبلا اونایی هم که بودن استثنا بودن. ما با استثنا که کاری نداریم. از 1 میلیون نفر وقتی که یه نفر یا 10 نفر عشق میتونه به عنوان یک ابزار کنترل انسان از تنوع طلبی جنسی به کار بیاد، به دو دلیل اساسی. دلیل اول این است که عشق اصلا یعنی من و شما از روی زمین بلند بشیم، حالا دیگه گرفتار به در و دیوار نباشیم، با سرعت 100 مایل نریم، با سرعت چند هزار مایل بریم. و دوم این که ما رو، من و شما به چیزی دسترسی پیدا میکنیم که بعد از اون اصلا دیگه موضوع مسئله نیست. درست مثل ماجرای هوا میشه که چون ضروری ترین کالاست ولی فراوون وجود داره، ما سرش تقریبا با هم دعوایی نداریم. بنابراین حتما شما به نظر من عشق رو به کودکان بیاموزید و در وجود بچه ها بکارید. از نظر من 95% تنوع پرستی جنسی میره دنبال کنید، برای که تنوع پرستی جنسی یک گرفتاری بیماری، نشانه کم بوده، نشانه عیب و ایراد، نشانه اشکال. در حقیقت به قول مولانا تا جنینی کار تو خون آشامیه، وقتی بزرگ بشی و بالغ بشی همچه کاری نمی کنی، معلومه. و به همین جهت هست که اون کسانی که به نگاهی حیرت انگیز به عشق کردن، به نه تنها به خود عشق نگاه کردن، به همه آنچه رو که عشق میپوشونه و برای انسان فراهم میکنه. و به همین جهت که وقتی که من و شما عشق رو از نگاه علم و دنیای امروز میبینیم، به یک باره درست مثل کسی میشیم که حالا گرفتار زمین بود، یعنی هواپیمایی که خودشو با بدبختی رو زمین کشید، سرعتشو به یه حدی رسون و حالا بلند شد، حالا با انرژی کم نیرو بده، و اگر بالاتر بره بره تو جو که با نیروی کم کمی میتونه سرعت بسیار بسیاری داشته باشه. معلومه که اون یه چیزی که برای انسان ممکنه. ما در طول تاریخ زیر زمین ها بودیم، بعد اومدیم روی زمین ها. خوشبختانه عشق پر پروازی داده برای رفتن. و به همین جاست که یادمون شعر میافتم که روح پدرم شاد که میگفت به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. بنابراین یکی از درمانهای بسیاری از انحرافات اجتماعی و روانی و این تنوع طلبی جنسی این است که داروی عشق رو بشه تجویز کرد و بشود در واقع در جامعه جا انداخت. کار بسیار سختیه. شما نکنید، بذارید اونایی که بخواد بکنن. اتفاقا ببینید جامعه فرزنده، این یکی از اون چیزهایی است که درست مثل خواندن و نوشتنه، خیلی سخت بوده ولی ساده شد. مثل ارتباطه، خیلی سخت بوده فراهم شد. مثل از کجا باید شروع کرد؟ از کودکی بهترینشه، ولی شما میدونید هر پدیده انسانی هم باید شرایط کودکی و خانواده درست باشه، هم شرایط اجتماعی که این دوتا از دو طرف بیان و شرایط رو درست کنن. از پایین با کار پرورش و تعلیم و تربیت و آموزش، از بالا با وضع قوانین و به وجود آوردن سیستما و سازمانها و ارگانهایی که اون رو در حقیقت تشکیل و تقویت، مثل همه چیزهای دیگه. سواد آموزی از کجا پیدا؟ شما دارید میفرمایید که عشق تاج سر عقله، میبرید در مرتبه‌ای قرار میدید که خیلی بالاست. بله، حالا میخواید بیاریمش پایین؟ اگر شما نه من نمیخوام شما مشتری بشید. نه من نمیخوام بیاریمش پایین، من میخوام بفهممش. خب آخه جناب فروزنده خوب و عزیز، شما من بفرمایید حرفی که من میزنم چی بوده.
هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه، یکی 8 سال اول کودکی درست بشه، یکی عقل اساس رفتار انسانی باشه. شما من راجع به یه چیزی میگی که اصلا انسان با اون تعریف میشه، معنا پیدا میکنه، تنها امتیاز انسانه. اصلا آزادی انسان به خاطر عقله، برای که بر اساس اصل اویدنس کار میکنه. همه جهان به تعمیم بر اساس اصل علیت حرکت میکنه. به همین جاست که شما دو جور آدم دارید، آدمی که عقل داره میتونه خودش از قید تاریخ و فرهنگ و جامعه و کودکی و گذشته و امروز آزاد کنه. کسی که عقل نداره تو تاریخ و فرهنگ و جامعه و خانواده و کودکی و امروز گرفتاره. یعنی تا زمانی که عشق در رشد خانوادگی، در رشد مدرسه‌ای، در انواع و اقسام جنبه های مختلف زندگی ما جای خاص خودشو نداشته باشه، ما به جایی نمیرسیم. معناش این است که تا زمانی که من و شما نخواهیم مسائل اونو مطرح کنیم و حل کنیم و دوستانه، صمیمانه، صادقانه، ما فقط جنگ رو به وجود میاریم. طبیعی است. نتیجه گیریتون حتما درست. عشق مفهوم کلی است که اتفاق میفته یا یه مفهومی است که در طول زمان و در طول عمر انسان نسبت به طرف مقابلش حالت تطور و تکامل پیدا میکنه؟ حتما تغییر میکنه، مثل یه کودک از یه روزگی میرسه به 100 سال. یعنی باید دائما مواظبش باشی. اصلا اگر مواظبش نباشید مثل رانندگی است، خودتون رو بقیه رو به کشتن میدید. به همین جاست که به قول اریک فرام که درسته میگه عاشق شدن کار ساده ای، مهم در عشق ماندنه. بنابراین عاشق میشه شد، ولی در عشق موندنش مهمه. و به همین جاست که چون اونو بلد نیستیم حواسمون پرت میشه، وقت از زیر ماشین عشق هم میره. چیزی میدید که در هفته آینده در مورد این که این تاج سر عقل رو چجوری باید برخورد باش بکنیم، چه معیارهای مترایی وجود داره که کمک میکنه که این گل ظریف رو بشه مدت طولانی تری داشت و کمتر آسیب ببینه با هم صحبت؟ یعنی چگونه میتوان عشق رو هم داشت و هم کاشت و هم برداشت و هم بیشتر داشت؟ چون حسنش اینه دیگه، مثل ماهیچ هست، هرچی بیشتر ازش استفاده کنید بیشتر داشت. یعنی مهم نیست که زن باشید یا مرد، ولی به مجرد که عاشق میشید به همین جهت قدرت پیدا میکنید. اصلا به همین جهت که گفتن علت خلقت عشق. فلاسفه ما و عرفای ما حرف بیخودی نزدن، چون هر چیز رو علت خلقت برای خدا میگرفتن میشد پرسید چرا. وقتی گفتن عشقش کشید، کار ما تموم شد. حافظ مگر نگفت در ازل پرتو حسنت ز تجلی سر زد؟ یا حسن عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، خواست تا جلوه دهد صورت خود را معشوق، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. برای این علت خلقش. کنتو کنزن مخفیان، حدیث نبوی معروف است که گنجی بودم پنهان، خواستم تا شناخته بشم، پس خلق کردم تا منو بشناسن. چون این شناسایی که عشق رو موجب میشه، عشق نتیجه شناخت. بنابراین معلومه شناخت ویژگی انسانه و عشق، و کنارش هم این دوتا وقتی بیان آزادی رو به وجود میارن، زیرا عشق فرزند آزادیه و عشق فرزند داناییه. و آزادی بیشتر دانایی و عشق بیشتر، و عشق و دانایی آزادی بیشتر رو موجب میشه. بنابراین در هفته آینده در مورد عشق و آزادی صحبت کنیم. شما تصمیم بگیرید، بندم در خدمتتون. سپاسگزارم یک بار دیگه از تشریف فرماییدون. خواهش بزرگواریم. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لب هاتون با لبخند، دل هاتون شاد و روزگار به کام.